و حالا آقای وایس ناصری آگاه امور سیاسی از آلمان با ما هستند تا در مورد نگرانی ها از طرح حکومت موقت در کشور بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای ناصری سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به مجموعه خبری پیک روز. در نخست میخوایم نظر شما را در مورد ایجاد حکومت موقت برای پیشرفت گفتگوهای سال داشته باشیم. واقعا چقدر میتونه که این طرح برای مردم افغانستان برای پیشرفت در گفتگوهای سال سودمند واقع شود؟ با عرض سلام، اظهار سپاس و امتنان بانو منصوری گرامی از شما، از همکاران تکنیکی شما، سلام به بیننده های عزیز شما در سرتاسر جهان هر وقت زمانی که برنامه وزین شما را میبینن. ببینین مسئله طرح حکومت موقت به خاطر دلیل از این، وقتی سیاست به بنبست میرسه، وقتی جنگ به بنبست میرسه، مذاکرات صلح آغاز میشه و در نتیجه از مذاکرات باید یک تحول سیاسی، یک تغییر و یک اشتراک و مشارکت سیاسی باید رقم بخوره. در هوتور یک حالت به خاطر گذار از یک حالت که به حساب امروز وجود داره به حالت ایدیالی که در نظر گرفته میشه تا یک حکومت ملی، یک حکومت اشتراکی، یک حکومت به حساب ائتلاف ملی ایجاد شود، تا به او مرحله باید یک دوره موقت عبوری رقم بخوره که او در تمام کشورهای جهان در تحولاتی که در جهان صورت گرفته، چی از راه جنگ بوده یا تحولات سیاسی بوده، مثلا وقتی که اتحاد شوروی سقوط کرد، حکومت هایی که به حساب تشکیل شد در اروپای شرقی بسیار جمهوریت هایی بود که به حساب وابسته و شوروی بود، ولی وقتی اونا بر دوری گذار حکومت موقت آمد، مثلا آلمان شرق و غرب وقتی که عساکر شوروی از آلمان شرق خارج شدند، تا رسیدن به یک انتخابات یک دوری موقت و عبوری بود و همچنان در تمام جهان اتفاق افتاده. یک چیزی جدید نیست، یک حساب یک حالت نیست و آدم از او زیاد حراس داشته باشه. وقتی حکومت طالبا از بین میرفت، ما شاهد بودیم که حکومتی را که طالبان تشکیل دادن حکومت موقتی بود، حکومت انتقالی بود، و بعد از این دوره حکومت انتخابی آمد که بر اساس تصویب لوی جرگه و قانون اساسی و انتخابات در افغانستان حکومت به آقای دوره اول آقای کرزی آمد، دوره دوم آمد. به هر صورت ما شاهد حکومت های موقتی و انتقالی بودیم و این یک چیز جدیدی نیست. و اگر بخوایم به یک تفاهم سیاسی دست بیافیم و اگر دو طرف بخواهیم جنگ قطع شود، آتش بس شود و مذاکره به حساب صورت بگیرد، یکی از چیزهای اساسی که هست است که آقای غنی و حکومت فعلی افغانستان یکی از موانع بزرگ صلح است. شما در گزارش فارن پالیسی اگر هفته گذشته توجه کنین، در اونجا بر آقای جو بایدن توصیه میشه که شما باید مشکل غنی را حل کنین، چرا غنی صلح و گفتمان صلح سفوتاش میکنه و یکی از موانع بزرگ برای صلح اینا هستند. امروز که اگر مذاکرات آقای ناصری چه فکر میکنین که چرا آقای غنی مخالفت داشته باشه برای تامین صلح در افغانستان؟ از نظر شما میتونین مشرح بگوین؟ ببینین در تمام طول تاریخ اگر شما مطالعه کنین، تاریخ افغانستان، تاریخ جهان، هر کسی که به قدرت رسیده برای ماندن در قدرت، اول رسیدن به قدرت از راه های مختلف صورت گرفته، یا جنگ بوده، یا غلبه بوده، یا کودتا بوده، یا دسیسه و توطئه بوده. به هر صورت کسی که به قدرت یک کشور دست میافه از راه های مختلف بوده. متاسفانه پروسه دموکراسی و انتخابات اینا در کشورهای جهان بسیار جدید است و مخصوصا در افغانستان که دیروز گزارش تکان دهنده را ما شما خواندیم که افغانستان بدترین استبداد اعلان کرد، یعنی گفت از بدترین حکومت های مستبد در جهان افغانستان است که پایین ترین شاخص داشت که 0.64 بود. یعنی دیگر کشورها در ردیف کشورهای نسبتا دموکراتیک یا در ردیف کشورهای مخلوط دموکراسی و استبداد می آمد، ولی افغانستان در جمله مستبدترین آمد. و حکومتی که بر اساس این شاخص ها مشخص میشه که انتخابات شفاف نیست، حاکمیت حکومت داری درست نیست، به حساب اطلاع رسانی برای مردم و جامعه مشکل خود داره، رئیس جمهوری که در ظرف 6-7 سال که آقای غنی در قدرت است، شما شاهد هستین که تا حالا دو پرس کنفرانس یا کنفرانس مطبوعاتی نداده، با مطبوعات حاضر نیست که مستقیما صحبت کنه. ببینین وقتی که در سفر هفته پیش یا دو هفته پیشتر به هرات رفت، در اونجا اصلا هیچ باید خبرنگارا اجازه داده نشد که اطلاع رسانی کنن، فقط برای 5 دقیقه اول در میدان هوایی خبرنگارا را اجازه دادن و اون بود که خبرنگاران هرات مخصوصا
احتجاج کردن در پرس کنفرانس که پسان دایه شد که با مطبوعات میخواییم ببینم او را به حساب تحریم کردن به دلیل از اینکه امروز سرکوب رسانه هزیمی حکومت صورت میگیره کودهایی را که اینا استفاده میکنن جوابده نیستن مقرری هایی را که میکنن غیر قانونی هست خلاصه در پنج شاخص دولت افغانستان مستبدترین بود به این خاطر حکومت آقای غنی فقط به اصرار داره به ماندن در قدرت به هر دلیلی که باشه میگه ما حکومت خود به حساب انتخابات آمدیم تا آخر باید به اساس یک انتخابات ما کنار برم در حالی که این راه حل نیست این مشکل افغانستان حل نمیکنه ماندن آقای غنی روز 100 نفر از جوانان ما از هموطنان ما به خاک خون کشانیده میشن اصرار به ماندن در قدرت بله اما آقای ناصری فکر میکنین که با ایجاد حکومت موقت یا هم معامله حکومت موقت و آتش بس صورت بگیره ببینین آل فعلا مذاکرات به خاطر به دلیل دیگه به بنبست رسیده حکومت آقای ترامپ امتیازهای بسیار بزرگ را برای طالبها و پاکستان در نظر داشت این موافقت نامه مخفی با اونا داشت زمانی که ما شما ازش اطلاع نداریم در او به حساب تضمین ها و اما وعده های بزرگ برای طالبان داشته بود طالبان هم خوشبین بودن به اینکه آقای ترامپ اگر در قدرت باشه آقای خلیزاد اینا همین 3 نفر چند نفری که به حساب معامله کرده بودند با طالب ها و پاکستان اینا واقعا تا ماه می اساکر خود کاملا خارج می سازن از افغانستان حتی پیشتر از او اگر آقای ترامپ برنده می بود شاید تا ماه فوریه و مارچ از افغانستان خارج می شد و تمام نیروها را خارج می ساخت و ناتو را مجبور می ساخت که در نبود امریکا اونا هم خارج شوند و خیار افغانستان زمامت و زحامت افغانستان به دست طالب و پاکستان می داد از این خاطر از بازنگری به این توافقات باعث مایوسیت طالب ها و پاکستان گردیده و اونا از میز مذاکره امروز خارج شدن امروز اونا هیچ اعتقاد دیگه به این ندارن که حکومت آقای بایدن با اینا عین امتیازات را بده که آقای ترامپ حکومتش داده بود به این دلیل هم است که اینا به رقبای کشورهای رقیب امریکا روی آوردن به مسکو رفتن به تهران رفتن و از همه مهمتر ایست که وقتی که چندین گزارشی را که در این هفته نشر شده شما متوجه شوید فارن پالیسی برای گزارش خود میگه که اوضاع افغانستان بسیار شکننده هست همچنان گروه مطالعه افغانستان دیروز گزارش خود در 84 صفحه نشر کرد و گفت که تا یک توافق سیاسی صورت نگیرد نباید نیروها از افغانستان خارج شوند و باید شرایط مخصوصی را در اونجا مد نظر گرفتند و تشریح کردند که افغانستان واقعا از نظر امنیتی از نظر سیاسی از نظر به حساب اوضاع وحشت و اضافه بودن کشتار و خشونت ها و تشدید از اینا باعث به حساب بی‌ثباتی عظیم است و ما داریم چون شرایط افغانستان را ترک کردن بی‌مسئولیتی است و توصیه شده به آقای جو بایدن و حکومتش و این توصیه ها بسیار اثرگذار است به خاطر حکومت آقای بایدن و تمام مسئولین نظامی سیاسیشان فعلا در بررسی خود در ارتباط با افغانستان هستند در 12 کمیته اینا هیئت را تعیین کردن تا از جهات مختلف و به حساب مسائل افغانستان اینا بررسی کنند و به این دلیل هم است که یقینا طالب او چیزی را که با در حکومت آقای ترامپ و آقای به همکاری خلیلزاد و پامپیو به دست می آورد در حکومت آقای بایدن از دست داده و اونا مایوس هستن شاید یک بار دیگه با جنگ با امریکایی‌ها رو بیارن ولی شرایط تغییر کرده فشاری را که بر پاکستان میتونه حکومت جو بایدن به حساب ایجاد کنه و حال هم به همگی معلوم شده که حمایتگر عمدی سیاسی نظامی طالب ها پاکستان است و آدرس واضح شده و شخصیت ها و رهبریت طالب ها هم به همه جهان شناخته شده به این خاطر طالب چند ماه سال پیشتر و چند ماه پیشتر نیست که کس اونا رو نشناسه به این خاطر اینا هم قدر با آزادی عمل نمیتونن که دوباره به میدان جنگ برن و اگر جنگ هم کنن که امروز هم جنگ جریان داره با نیروهای ناتو و امریکا شاید او طالب دیروز نباشه به این خاطر یعنی یک چانس کلان برای دولت فعلی افغانستان به سیاسیون افغانستان و به جامعه مدنی افغانستان به جامعه رسانه‌ای افغانستان دوباره به دست آمده که اینا بازنگری کنند بازنگری به این معنی که اگر آقای غنی از خودخواهی‌های خود نگذره اگر از انحصارگرایی خود نگذره اگر از دستهای توطئه‌ای که در هر مرحله رقبای سیاسیشان و بر علیه شرکای سیاسی خود انجام میتن از این نگذرن یک حکومت وسیع البنیاد قابل قبول برای مردم افغانستان بله. که در اون حالا آقای ناصری چه فکر میکنید که در اینجا که آمریکا نقش مهمی را در گفتگوهای صلح افغانستان داره روابط چه باید با پاکستان چگونه داشته باشه تا حداقل پاکستان بتونه با ما کمک بکنه در این راستا
پاکستان نقش بسیار کلان در مسائل افغانستان منطقه داره، ولی پاکستان یک جایگاه خاص خود بر جهان هم داره. ما نباید از عینک تعصب و اما نفرت با پاکستان ببینیم. پاکستان یک قدرت اتمی هست، پنجمین قدرت نظامی جهان است. پاکستان از نظر موقعیت سوق الجیشی خود بر امریکا بسیار مهمتر است. یک بار آقای جو بایدن در کتاب با آقای اسپانتا نوشته شده، همچنان آقای خورم او را تذکر داده که آقای اسپانتا نوشته میکنه که جو بایدن بر آقای کرزی گفت که پاکستان از شما کده برای ما 50 مرتبه ارزشمندتر است. جایگاه پاکستان، موقعیت پاکستان، پاکستان برای جهان، پاکستان برای امریکا، پاکستان برای ناتو بسیار مهم است و نمیتونن به خاطر افغانستان و طالبها کاملا پاکستان را نادیده بگیرن، تحریم کنن و من میفهم زیر فشار قرار بدن، عملی نظامی به اونا کنن، بلکه پاکستان هم میخواین از راه دیپلماتیک و تعامل سیاسی با پاکستان فشارهای بیاره. آقای ترامپ یک بار گفته بود که ما در ظرف 15 سال 33 میلیارد دلار برای پاکستانی ها دادیم، ولی اونا ما را احمق فکر کردن و فریب میتن، بازی میتن. ولی وقتی بود که بعد از او تهدید آقای ترامپ که ما کمک ها را قطع میکنم، تقریبا 3 میلیارد دلار در سال میشد برای پاکستان. دولت پاکستان و مخصوصا دولت آقای عمران خان با امریکا نهایتا همکاری کرد و در نتیجه از او همکاری عمران خان و حکومت پاکستان بود که مذاکرات رقم خورد، طالب ها حاضر شدن با مذاکره مستقیم با امریکایی ها و در 18 ماه اینا توافقات کردن، مذاکرات سری داشتن و یک دستاورد کلان برای ترامپ بود که به حساب جنگ را که دراز مدت میگفت، جنگ طولانی میگفت و تا وزیر خارجه فعلی امریکا آقای بلینکن میگه جنگ ابدی، با او جنگ خاتمه دادن و عساکر خود را. ولی اوضاع افغانستان و شرایط جنگ قسمی هست که اگر امریکا و ناتو به می حالتی که فعلا جریان داره جنگ در افغانستان، اوضاع سیاسی نظامی از افغانستان خارج شوند، افغانستان به بدترین کشور جهان که از سومالیا و سودان و من نمی فهمم سوریه و اینا هست، از او که بدتر می سازند. به مسئولیتی کلان بود از آقای ترامپ که عجله داشت در خروج خود. آقای بایدن و حکومتش هم میخواین از افغانستان شاید خارج شون، ولی نه تا مای می و نه در 2021. بله آقای ناصری، حالا ماندن نیروهای آمریکایی هم در افغانستان میتونه که جنگ ها رو به دنبال داشته باشه و بیرون شدنشان هم میتونه که بر افغانستان خطرساز باشه در حال حاضر، چرا حل را پیشنهاد میکنین؟ چه فکر میکنین که چه خواهد شد در قبال این تصمیم؟ ببینین امروز آقای یستلتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو هم عین حرف زد که اگر ما در افغانستان باقی بمانیم شاید تهدید شویم و یا نیروهای ما دوباره داخل میدان نبرد و جنگ شوند و ما تلفات داشته باشیم، و اگر خارج شویم در این اوضاع شکننده افغانستان بی‌ثبات، افغانستانی که به حساب از طرف تروریسم تهدید میشه، دوباره پایگاه تروریسم شد و طالب ها هم ثابت نساختن که با علاقات تروریستی و گروه‌های تروریستی رابطه خود قطع کرده باشند. افغانستان بی ثبات، افغانستان در حالت جنگ اگر کنار میگذاریم، همه سرمایه گذاری های ما، همه خون و پول که در افغانستان ما دادیم هدر است و ما در یک حالت امتحان بسیار دشوار قرار داریم. این حالت یعنی ادامه جنگ در افغانستان برای ناتو و امریکا یعنی دشوار است، ولی اگر ترک میدان هم کنن بدتر از او می باشه. به این خاطر اینا شاید باقی بمانه، ولی بر رسالت و مسئولیت ما افغان ها هم ارتفاع داره که از بودن از اینا، از موجودیت از اینا، از حمایت هایی که ادامه می تن برای افغانستان ما استفاده از امیر کنیم، یک حکومت داری خوب ایجاد کنیم، یعنی نظام صالح بیایه، میشه در رأس نظام آقای غنی هم نباشه، پیش از این که بر اساس فشار و کودتا و بر اساس امر و نهی بیگانه آقای غنی کران برد، در همین شرایط بر اساس توافق سیاسی در میان خود گروه های سیاسی که در اون طالبا فعلا سهم نداره، آقای غنی میتونه که به قدرت به یک شخصیت ملی و اکادمیک و ملی افغانستان بگذاره، یک حکومت قابل قبول و با اعتماد ملی ایجاد شود. این که میگن قانون اساسی زیر پای میشه و غنی بر اساس قانون اساسی آمده و قانون اساسی بارها و بارهای قانون اساسی نقض شده. در ابتدایی که در لویجرگی تصویر قانون اساسی این قانون ساخته شد، در 53 ماده دستکاری صورت گرفت، قانون اساسی اصلی را به حساب کنار گذاشتن. متاسفانه هیچ بار انتخابات افغانستان بر اساس رای مردم نبوده، بر اساس یک تعامل سیاسی و معامله سیاسی به حساب نتیجه اعلان شده. نتایج انتخابات ما بسیار بسیار مفتضح و سر افکندانه بوده.
متاسفانه انتخابات پارلمانی ما ببینین اعضای کمیسیون های ما امروز در زندان هستند در از 2018. بخاطر دلیل چی بود؟ امروز متاسفانه انتخابات 2014 به بوران رفت، 2009 به بوران رفت، 2019 انتخابات یک افتضاح بزرگ بود که دو ریاست جمهوری در عین کنار هم در 500 متری هم اعلان پاشایی کردن. به هر صورت انتخابات اصل نبود، متاسفانه بر مقرریات در افغانستان بر اساس شایسته سالاری نیست. امروز مقرریایی که در حکومت شده، همین حکومت یعنی ضعیفترین حکومت در تاریخ افغانستان است. خانم آقای غنی اعلان کرد که پارلمان پول گرفت و برای مردم رای داد و امروز هم وزرا را به حساب سوگند وفاداری ازشان گرفتن. یعنی خانم غنی اگر واقعیت گفته باشه، می پارلمان و می وزرایی که رای گرفتن بر اساس معامله و سازش بوده، بر اساس پول بوده و در کنار از او کسایی را که مقرر کردن هیچ درم پوستای خود بله. اصلا اونا آقای ناصری، حالا فکر میکنیم بر این همه راه حل چه است؟ با نظر مردم و اینکه مردم خودشان هم تصمیم بگیرن در این راستا چه میشه کرد؟ اگر حالت به حساب ادامه کار آقای غنی و حکومت فعلی بر منوال امی جریانی که در چند سال گذشته جریان داشته ادامه پیدا کنه، افغانستان نه به آرامی میآید، نه به صلح میآید، نه عدالت اجتماعی مراعات میشه، نه آزادی بیان، نه 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 به حساب فقر و بی امنیتی و خشونتی که در افغانستان جریان داره کاهش پیدا میکنه، بلکه بیشتر میشه. و متاسفانه اینا بر تبل به حساب امامو زور و حاکمیت خود می نوازن. اگر یک مشارکت سیاسی، یک اجماع ملی، یک اجماع سیاسی قوی ایجاد شود در راستای حکومتداری خوب و برای آمدن یک حرکت سیاسی برای آوردن صلح از داخل افغانستان ایجاد شود و حکومت به حساب برش همکاری کند، ما بسیار چانس های کلان را فعلا یک بار دیگر دولت افغانستان و مردم افغانستان با ادامه حضور خارجی ها و ناتو و امریکا به دست آوردیم. با یک حکومت امریکا مواجه هستیم که از نظر به حکومت مقایسه به حکومت آقای ترامپ حکومت است که با او میشه صحبت کرد و دیکتاتور مهابانه شاید حرکت نکنه و بعد با سرنوشت افغانستان بازی نکنن، متحدانه با ناتو و پیمانان خود و کشورهای اروپایی یعنی اینا همکاری کنن با افغانستان به آوردن یک پروسه جدید به نام صلح. ما میتونیم از این شرایط فرصتی که برای ما مساعد شده در افغانستان استفاده اعظمی کنیم، ولی اگر شایسته سالاری باشه، اگر عقلانیت سیاسی باشه، اگر دانش باشه، اگر فراست باشه، اگر واقعا ما با هوشیاری با قضایا برخورد کنیم، با مسئولیت و وجدان ملی و به جای خودخواهی های خود اصرار در ماندن در قدرت و چور و پول بیت المال و کود 91 و 92 و گرفتن معاش های امتیازی و مقرری های که بر اساس شایسته سالاری نیست و وزرا و رؤسایی را که ما مقرر میکنیم بر کنار میکنیم کلش بر اساس سلیقه است، اگر کار بر جریان حالت گذشته جریان پیدا کنه خانم منصوری، افغانستان روزهای بدتر و بدتر زیر میبینه. بله، تشکر از شما آقای ناصری که در این بحث با ما اشتراک کردین. موفق باشین.